خانم خدا سلام و شبتان بخیر. امروز سه‌شنبه 21 جوزای 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 11 جون 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب امیدواریم خوش آمدید. سرخط مهمترین خبر: مشروط خواندن خروج نیروهای خارجی از افغانستان بعد تامین اصلاح. طالبان مسلح باید این را درک کنند و خود را از خواسته‌های مردم آگاه سازند و به آن احترام داشته باشند. نگرانی نامزدان ریاست جمهوری از روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان. سطح مشارکت پایین بیاید، سطح تقلب بالا خواهد رفت. و پیروزی رئیس جمهور موقت در انتخابات قزاقستان. مشروع خبرها: امریکا و ناتو دستیابی افغانستان بعد توافق سیاسی صلح با طالبان را ارزیابی می‌کنند. فرمانده مأموریت حمایت قاطع می‌گوید واشنگتن و ناتو در کنار تلاش برای صلح و کاهش خشونت‌ها در افغانستان روی پشتیبانی از عملیات‌های نظامی نیز تمرکز دارند. مأموریت حمایت قاطع همچنان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را در گرو رسیدن در این کشور به صلح می‌خواند. باعث حیات گزارش می‌دهد. هرات میزبان مقام‌های امنیتی داخلی و خارجی، فرمانده مأموریت حمایت قاطع با سرپرست وزارت دفاع و معین امنیتی وزارت امور داخله به هرات رفتند تا وضعیت امنیتی این ولایت و غرب کشور را به ارزیابی بگیرند. ارزیابی برای اینکه چگونه خشونت‌ها در افغانستان کاهش داده شود و کشور به توافق سیاسی با طالبان دست یابد. موضوع اصلی باید همیشه صلح باشد و باید کاهش خشونت و حمایت از مردم افغانستان باشد. به خاطر همین با وزیر دفاع، امنیت و پلیس یکجا اینجا سفر کردیم تا عملیات ها و حمایتمان از آن عملیات ها، مشارکت در اهدافمان که کاهش خشونت است و دستیابی به توافق سیاسی و این مسئله را ارزیابی کنیم. زلمای خلیلزاد هم در کابل روی روند صلح افغانستان سرگرم دیدار با اقشار مختلف جامعه است، از مقام‌های دولتی گرفته تا سیاستگران، جوانان و فعالان مدنی. دیدارهایی که در پایان آن آقای خلیلزاد با پیشنهادهای از داخل کشور به هفتمین دور مذاکرات دوحه با طالبان خواهد رفت. مذاکرات این بار هم روی خروج نظامیان خارجی از افغانستان متمرکز خواهد بود. تمام مردم افغانستان در نهایت خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است، اما در نهایت به معنای این است که به صلح دست یابیم. ما با نیروهای امنیتی افغان متعهدیم تا به نوع توافق سیاسی دست یابند و همچنان ما با مردم افغانستان متعهدیم تا به صلح دست یابند. در کنار تلاش‌ها برای صلح، سنگرهای نبرد هم در بخش‌های از افغانستان داغ است. به ویژه این روزها که چندین بخش بین نیروهای دولتی و گروه طالبان دست به دست شد. مأموریت حمایت قاطع هرچند میگوید چشم انداز کاهش خشونت ها را دارد، اما در عملیات های نظامی هم نیروهای دولتی را پشتیبانی میکنند. ما میدانیم که طالبان همچنان از صلح امتناع می‌ورزند. ما میدانیم که طالبان خواست تمام مردم افغانستان که صلح است را رد می‌کنند. بنابراین ما با رهبران امنیتی آقای خالد و سادات از کابل به اینجا آمده ایم تا با مسئولین امنیتی هرات دیدار کنیم تا ببینیم چه کارهای بهتر برای غرب می‌توانیم تا از صلح مطمئن شویم. پیشتر کاخ ریاست جمهوری گفت که کابل و واشنگتن امیدوارند که در آینده نزدیک نخستین دور گفتگوهای بین الافغانی با طالبان ظاهراً با حضور حکومت افغانستان برگزار شود. گفتگوهایی که چشم انداز اصلی آن کاهش خشونت‌ها در افغانستان گفته می شود. سفیر ملکی ناتو میگوید که طالبان مسلح در مورد افغانستان فکر کاهنه دارند که یک مشکل جدی است و از حکومت افغانستان میخواهد تا در روند صلح از خود نرمش نشان دهد و همچنان از طالبان میخواهد تا در روند صلح دستاوردهای 1.5 دهه گذشته را در نظر داشته باشند. نیکولوسکی در سفر به ولایت ننگرهار در مورد وضعیت امنیتی، انتخابات و موجودیت فساد با مسئولان محلی گفتگو کرده است. وی بر حمایت دوامدار ناتو از حکومت افغانستان تاکید کرده و میگوید که نیروهای خارجی تا زمان در افغانستان خواهند ماند که شهروندان این کشور بخواهند. در افغانستان در بخش آموزش، پرورش، بازرگانی و بخش‌های دیگر پیشرفت صورت گرفته است. طالبان مسلح باید این را درک کنند و خود را از خواسته‌های مردم آگاه سازند و به آن احترام داشته باشند. نیکولوسکی میگوید که افغانستان تغییر کرده، اما طالبان آن را با چشم کهنه می‌بینند و این مشکل جدی است. وی با تاکید بر صلح میان طالبان و دولت افغانستان از حکومت می‌خواهد تا از خودشان نرمش نشان داده و طالبان باید دستاوردهای ۱.۵ دهه گذشته را در نظر داشته باشد. شهروندان افغانستان از حکومت و طالبان صلح می‌خواهند. حکومت باید در روند صلح با طالبان از خود نرمش نشان دهد و طالبان باید در گفتگوهای صلح مطابق خواست مردم زمینه‌ساز برای پیشرفت باشند. والی ننگرهار می‌گوید که یگانه راه رسیدن به صلح گفتگوهای بین‌الافغانی است. طالبان باید افغانستان حکومت سره خبری وکړي ځکه چې دغه افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه ده او تر څو چې افغانان په خپل منځو کې کیننی خپل مشکل په خپل حل نه کی دا نشي کېدلی چې په بیرونی ملکونو کې یا په نورو ځایونو کې صلح رامنځته شي. این اظهارات در حالی است که مرحله هفتم گفتگوهای صلح امریکا با طالبان آغاز خواهد شد. گفته می شود آلمان میزبان گفتگوهای نمایندگان طالبان به حکومت افغانستان خواهد بود. در حمله مهاجمان بر یک پاسگاه پلیس در ولسوالی شکردره ولایت کابل یک پلیس جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید این رویداد نیمه‌های دوشنبه شب زمان رخ داد که مهاجمان با سلاح‌های سنگین از چندین طرف بر این پاسگاه یورش بردند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در همین حال باشندگان ولسوالی شکردره کابل میگویند ناتوانی پاسگاه‌های دیگر امنیتی سبب شد تا مهاجمان تمامی تجهیزات این پاسگاه را هم با خود ببرند. خالد نگزاد گزارش می‌دهد. چگونگی یک حمله دیگر هراس افکنانه بر یک پاسگاه پلیس در کابل، اما این بار دورتر از شهر. مهاجمان مسلح نیمه‌های شب از عقب امین که خودشان تا نزدیکی‌های این پاسگاه پلیس در روستای میدانک ولسوالی شکردره کابل می‌رسانند. سپس چون تعداد مهاجمین زیاد می‌باشد خود به 4 اطراف این پاسگاه تقسیم می‌کنند و با سلاح‌های سنگینی که در اختیارشان می‌باشد نزدیک به نیم ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری می‌پردازند. دشمن حمله کرده بوده از 3-4 طرف با راکت و سلاح ثقیله و سر پوسته یک نفر شهید داریم، دو نفر زخمی که تا آخرین لحظه اینا از خود دفاع کردن. درگیری میان مهاجمان نیروهای پلیس نزدیک به نیم ساعت ادامه می‌یابد. در نهایت سربازان پس از زخمی شدن پاسگاه را ترک می‌کنند و مهاجمان بخش‌های این پاسگاه را با آتش کشیده و تجهیزات آن را نیز با خود می‌برند. افراد مسلح داخل پوسته میشه و تمام تجهیزات و گپایشان با خود میبره، پوسته را با آتش میکشونه. آرامی به تیجاره با نارامی کشوندن. اگر جلاوی کار گرفتن نشه شاید سیر دیگه سه بطایی تایرسوالی ویجارم بگرن. در نزدیک این پاسگاه پلیس چندین پاسگاه دیگر نیز وجود دارد که بندش و هر روز در ولسوالی شکردره را تامین امنیت میکند، اما این که چرا به نیروهای پلیس از سوی آنان کمک صورت نگرفته است پرسش برانگیز گفته میشود. مردم ولسوالی شکردره مردم عامش دولت در جریان گذاشته که همچو آلات در اینجا است. شما متوجه باشین که دولت جلو همونطور اشخاص یا طالب و داعش بگیره. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را تا اکنون به دوش نگرفته است. در یک ماه گذشته این پنجمین حمله هراس افکنانه بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در کابل است. روند رهایی زندانیان طالب از زندانهای افغانستان آغاز شده است. گروه طالبان از این کار حکومت استقبال کرده است، اما آگاهان نظامی از برگشت آزاد شدگان به میدانهای جنگ نگران هستند. علی اصغری این گزارش را تهیه کرده. رئیس جمهور غنی در یک فرمان رهایی نزدیک به ۹۰۰ طالب را از زندانهای کشور به این گروه ایدی داد. در روزهای گذشته به دور از دید رسانه‌ها شمار از این زندانیان آزاد شدن و در تازه ترین مورد هم شمار دیگر از زندانیان این گروه به جرم حملات تخریبی و عضویت در گروه طالبان که بازداشت شده بودند از زندانهای هرات، بگرام و پلچرخی کابل رها شدند. نگرانی اصلی بازگشت این جنگجویان به میدانهای نبرد است که در گذشته نیز تجربه تلخی بوده است. آزادی نزدیک به ۹۰۰ زندانی طالبا او هم در یک نوبت سر روی اساکر ما بسیار تاثیر منفی میگذاره. از یک طرف دیگه صلح یک بهای داره که این بها را باید شما بپردازین تا یک فضای اعتماد را به دست بیارین. رئیس جمهور غنی رهایی زندانیان طالب را به منظور نشان دادن حسن نیت و در واکنش به طرح لوی اخیر صلح گفته است که میتواند برای ایجاد اعتماد میان دو طرف جنگ کمک هم کند. نه به خاطر یک معامله آنی که چون طالبان امرایشان گفتگو نمیکنه، آل اینا یک رشوت بتن و زمینه را برابر کنند که مستقیم با تحریک طالبان بشینه. طالبان در یک اعلامیه این مدعی شدند که این شمار آزاد شدگان طالبان نیستند، اما از رهایی این زندانیان استقبال میکنند. البته دونی ویلی سوی چی زندانیان نجده والی راولی در خبرو در پار او دستی ندی چی یو مخت افغانستان موضوع پر زندانیان بین اخلاسیش نو کدلسی زندانیان نجده والی راولی. همزمان با این شماری از مردمان ملکی و نظامیان افغان هم توسط نیروهای ویژه از زندانهای طالبان آزاد شدند. گفته می شود در یک هفته گذشته بیش از 15 زندان طالبان در ولایت‌های مختلف توسط نظامیان افغان شکستانده شده است. نامزدان ریاست جمهوری میگویند بی‌پروایی کمیسیون انتخابات سبب شده است که مردم از روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان بی‌خبر بمانند. این نامزدان کمکاری‌های کنونی کمیسیون انتخابات را عامل بی‌اعتمادی مردم در روند انتخابات پیشرو می‌دانند. آنان هشدار می‌دهند که اگر کار کمیسیون انتخابات با غفلت و بی‌پروایی به پیش برود، انتخابات ریاست جمهوری با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شد. دیانا صمدی با جزئیات بیشتر در این مورد. با آنکه 4 روز از نامنویسی تقویتی رای دهندگان در سراسر کشور میگذرد، اما کمتر کسی از نامنویسی رای دهندگان معلومات دارد، زیرا به باور برخی از نامزدان ریاست جمهوری کمکاری و بی‌پروایی کمیسیون انتخابات سبب شده است که مردم از این روند آگاه نشوند. این نامزدان میگویند مشارکت نکردن واجدان شرایط زمینه تقلب‌های گسترده را فراهم میکند. سطح مشارکت پایین بیایه، سطح تقلب بالا خواهد رفت، چون تقلب همیشه رای به جای کسی که حاضر نیست به صندوق رخته میشه، نه به جای کسی که حاضر هست. نامزدان ریاست جمهوری میگویند که اگر کار کمیسیون انتخابات این گونه به پیش برود، انتخابات پیشرو با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. چه قسم ثبت نام است؟ سبا اگری پروسه بدون آمادگی درست، بدون آگاهی درست که مردم خود ثبت نام باید میکرد نکنه، جوابگوی او مردم کی میباشند؟ کمیسیون هر بار قبل از آغاز برنامه آگاهی‌دهی عامه روند داوطلبی را برای تهیه اعلانات داشتند، اما این بار هیچ برنامه خاصی در این مورد از سوی کمیسیون دیده نشده است و گزارش‌هایی وجود دارد که اعلانات آگاهی عامه به بخش داده شده است که قبلا به فساد متهم بوده. متاسفانه که در این قسمت هماهنگی با نهادهای ناظر صورت نگرفته که حداقل اونها در جریان باشند که پروسه به کدام شکلش پیش رفته و این خودش نشانده عدم شفافیت است. و اگر کمیسیون فقط بخواهند به یک شکل مرموز و پت و پنهان موضوعات پیش برند، طبیعتا که از اهمیتش، از اعتبارش و سلامت و صحتش کاسته میشه. روند نامنویسی تقویتی رای دهندگان چند روز پیش آغاز شد، ولی بیشتر مراکز ثبت نام خالی هستند و از شور و شوق مردم برای ثبت نام خبری نیست. بسیاری ها حتی در کابل نمیدانند که مراکز ثبت نام کجاست و در کجا ثبت نام کنند. مقصر در این پرونده کمیسیون مستقل انتخابات دانسته می شود، زیرا این نهاد برنامه آگاهی دهی ندارد. توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. از اثر آتش‌سوزی در یک شفاخانه روانی در اوکراین 6 نفر کشته شدند. مقام‌های این کشور گفتند که این رویداد در اودیسه شهر ساحلی اوکراین صورت گرفته است. اداره خدمات اضطراری اوکراین گفته که 5 تن دیگر پس از مسمومیت به گاز کربن مونوکسید بستری شدند. هلاک شدگان شامل یک معاون دکتر و 5 بیمارند. علت آتش سوزی تاکنون روشن نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ابراز تأسف در این مورد به نخست وزیر این کشور هدایت داده تا فوراً یک کمیسیون را برای تحقیق در این مورد تشکیل کند. قاسم جمارت تکایف برنده انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان نتایج انتخابات ریاست جمهوری را با پیروزی قاطع رئیس جمهور موقت قاسم جمارت تکایف اعلان کرد. آقای تکایف که رئیس جمهور اقتدارگرای پیشین نورسلطان نظربایف او را جانشین خود گماشته بود، پیش از اعلان نتایج به 71% آرا دست یافته و رقیب وی امیرجان قوسانوف با نائل شدن به بیش از 16% در مقام دوم قرار گرفته است. در جریان انتخابات تظاهرات وسیع در مناطق مختلف قزاقستان برگزار و صدها نفر از مخالفان بازداشت شدند. با خبر اقتصادی خوش آمدید. اخاذی از موتورهای انتقال میوه تازه بهای میوه را در کابل چند برابر ساخته است. برخی فروشندگان میگویند هرچند بهای میوه در ولایت‌ها خیلی کم است، اما به دلیل اخاذی از موتورهای میوه در دروازه‌های کابل قیمت آن در پایتخت به چند برابر افزایش یافته است. در همین حال وزارت زراعت میگوید مشکلات تکنیکی در چند روز اخیر سبب شد تا نرخ میوه در شماری از ولایات به شدت کاهش یابد. سمی جهش گزارش می‌دهد. بهای میوه از فرا تا کابل از 1 به 10 تغییر می کند، زیرا این میوه ها به گونه سرسام‌آور در ولایت های غربی رشد کرده و حاصلات به پیشینه داشته است. هنگام رسیدن میوه تازه به ویژه تربوز فرا در دروازه های غربی کابل، موترها برای چند روز متوقف می شوند که از همین رو گفته می شود که این کار بهای میوه را نسبت به ولایت فرا چند برابر می سازد. موترها اوجا 100-200 موتر تربوز آمده از شهر کرغندی بالاتر ایج استاد هستند و دولت نمیخواد که را در داخل کابل داخل شوند. دلته مارکیت خپل کمیشن اخلی بیا ندا مال قیمت ورکوی حالتا موتر کرایه جگیدی. شمار از فروشندگان اخاذی های به مورد در بخش های از مسیر انتقال میوه را علت بلند رفتن بهای میوه میدانند. بازار تربوز ارزان است، پامید هیچ واره نمیکنه، از ارغندی میاره میجه پامید هیچ واره نمیکنه. از این اسکرا پشت ما را گرفته، از این ترافیک پشت ما را گرفته، جنایی پشت ما را گرفته. غسل پراس خرازی پپارا که ارزان دی او مونږه تر راضی مونږه ته بیا په مارکیټ کې مونږه قیمت اخلو، مونږه قیمت په مارکیټ واخلو مجبور یې چې خلکو باندې په قیمت خرڅ. وزارت زراعت علت افزایش بهای تربوز و دیگر میوه‌جات را در مرکز چنین میگوید: مشکل انتقال میوه‌جات و سبزیجات ولایت فرا به کابل و سایر ولایت‌ها حل شده و طی 2 روز گذشته قیمت‌ها هم سیر صعودی خود آغاز کرده. در هفته گذشته بهای 1 کیلو تربوز در فرا 1 افغانی بود. همین گونه چند نوع سبزی هم بین 1 تا 3 افغانی هر کیلو خرید فروش می‌شد. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. $1 آمریکایی 79 افغانی و 65 پول، €1 89 افغانی و 60 پول، $1 امارات 21 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 537 افغانی، 1000 روپیه هندی 1130 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 28 پایین‌ترین 14، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 33 پایین‌ترین 17، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 33 پایین‌ترین 17، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پایین‌ترین 23، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پایین‌ترین 20، غزنی نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 26 پایین‌ترین 10. ممنون از همراهیتان با مجموعه خبرین ساعت. شبتان خوش، خدا نگهدار.